دفتر حقوقی فرامرزی با مدیریت حسین فرامرزی در خدمت جامعه فارسی زبان کانادا. اولین وکیل کانادایی عضو کلوپ افتخاری وکلای تراز اول. اولین وکیل فارسی زبان کانادا عضو کلوپ وکلای میلیون دلاری. پیروزی در یکی از طولانی ترین پرونده های حقوقی بریتیش کلمبیا. تلفن 604-915-9446. شرکت حسابداری پی بی اس با مدیریت رضا و نازنین هوشمند. خدمات حسابرسی و امور مالیاتی، تنظیم صورت‌های مالی و تهیه طرح‌های تجاری با 20 سال سابقه در ونکوور و 3 شعبه فعال در نورث شور، برنابی و ترای سیتی. تلفن 604-990-6668. مهمان بعدی برنامه ما یکی دیگه از چهره‌های شناخته شده شهرمون هستند. البته بهتر بگم خودشون میزبان. خوش آمدید آقای حسین فرامرزی، وکیل بریتیش کلمبیا هستند. خیلی به برنامه ما خوش آمدید مجدداً. سال نوتون مبارک باشه از اینکه مهمان ما و آریا تی وی هستین. اولین سوالی که میخوام از شما بکنم اینه که از نوروز به ما بگین آقای فرامرزی، شما و ونکوور و نوروز. خیلی متشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما، کلیه هموطنان عزیزم و همینطور بینندگان تلویزیون آریا. خوشحال هستم که امروز خدمت شما هستم. جا داره که عید نوروز رو به همه عزیزان تبریک عرض بکنم. امیدوارم که سال پیش رو سالی پر از خوشی، سلامتی و شادی برای همه باشه. از خاطرات نوروز که من یکی از بهترین خاطراتی که داشتم وقتی که کوچیک بودیم میرفتیم و ایدی جمع میکردیم. جز بهترین خاطرات هستش برای نوروز. ایدی بیشتر پول میگرفتین یا کادو؟ پول. نه درسته، درسته. اسکناسای تا نخورده. درسته. خب میشه خواهش کنم برای بینندگان ما از خودتون، فعالیتتون و به هر حال کاری که انجام میدین برای ما توضیح بدین؟ عرضم به حضورتون که حسین فرامرزی هستم، همونطور که شما فرمودین وکیل رسمی دادگاه های ایالت بریتیش کلمبیا. قبل از اینکه وارد رشته وکالت بشم لیسانس مهندسی پزشکی رو در ایران گرفتم و بعد از اون در کشور کانادا وارد رشته فوق لیسانس نوروساینس مغز و اعصاب شدم و بعد وارد رشته حقوق شدم. از مدارجی هم که کسب کردم اولین وکیل فارسی زبان در کشور کانادا که عضو کلوب افتخاری وکلای میلیون دلاری شد، اولین وکیل کانادایی در کشور کانادا که عضو کلوب وکلای تراز اول شد و موفقیت در یکی از طولانی‌ترین پرونده های تاریخ بی سی بود که تقریبا بیش از 30 سال به طول انجام بود. خیلی متشکرم. به عنوان یک کسی که به عنوان بقیه خانواده ها بیننده های برنامه، با توجه به بحث مهاجرت، ضرورت شناخت بیشتر نسبت به مسائل حقوقی، ضرورت مشاوره، اینها رو میخواستم اشاره کنید که از زمانی آدم حرفه‌ای شنیدن خب خیلی لطفش بیشتره. عرضم به حضورتون که یکی از مهمترین نکاتی که من میتونم امروز حالا توصیه بکنم به دوستان عزیز، هموطنان ایرانی هست، این هستش که با حقوق و وظایف قانونی خودشون در کشور کانادا آشنا بشن. کشور کانادا کشوری هستش که اگر افراد قانون رو بدونن میتونن از منافع خودشون به نحو احسن محافظت بکنن. خیلی از مشکلاتی که هموطنان ایرانی در کشور کانادا دارن این هستش که با قوانین آشنا نیست و به خاطر تفاوت خیلی زیادی که بین قوانین در کشور کانادا وجود داره و در کشور ایران وجود داره، این هستش، این رو ایجاب میکنه برای مردم که خودشون رو هرچه سریعتر وقتی که مهاجرت میکنن به کشور کانادا با این قوانین آشنا میکنن.
نوروز فصل همدلی، همیاری، کمک، تعاون و همکاریه. یکی از دیگه از کسانی که امروز می‌خواستیم در خدمتشون باشیم کسانی هستن که سمبل این همکاری و همیاری و نزدیکی توی کمیته ایرانی هستن و تصمیم دارن که به اون افسانه های این که ایرانی ها با هم همکاری نمیتونن بکنن و اینها پایان بدن. امیدوارم که تو این زمینه موفق باشن. گروه IPN Iranian Professional Network که هم توی ایریای تری سیتی فعال هست، هم توی ایریای نورشور، نمایندگانشون امروز اینجا هستن و در خدمتشون هستیم. بدون مقدمه میخواستم معرفی کنید خودتون رو، بیزنستون رو و راجع به IPN هم بشنویم ازتون. با سلام خدمت شما دوستای عزیز و همینطور همراهان گرامی ما توی این برنامه شما. من سعیده کمونه، مشاور مالی و اینوستمنت هستم. عرض کنم به خدمتتون که IPN یا Iranian Professional Networking که فارسیش میشه در واقع انجمن مشاغل ایرانی ها، ما 2 سال پیش اینو در کوکویتلام نوامبر 2014 اینو در واقع ایجادش کردیم و جولای 2016 توی نورث ونکوور اینو ایجادش کردیم. هدف از در واقع به وجود آوردن IPN، چیزی که اولین بار در واقع این ایدیاش ما تو ذهن همه ماها این بودش که در واقع خواستیم که کار گروهی رو نشون بدیم به مردم. هممون میدونیم اینو علاوه بیزینسی هم ثابت شده، در واقع علم بیزینس ثابت کرده که وقتی جمع با هم دیگه باشن همیشه این انرژی بیشتر هست و خیلی موفق تر هست و ما خواستیم اینو همونطور که شما هم گفتیم به همه ثابت کنیم ایرانی ها میتونن در کنار هم، فرقی نداره چه ایران باشیم چه اینجا که خونه دوم همه ما هستش، میتونیم در کنار هم خیلی خوب با هم دیگه کار کنیم و هم کمک کنیم. و یک کاری که IPN کرد و من خیلی خوشحالم از این، فکر میکنم هممون خیلی خوشحالیم، به بیزینس های کوچیک خیلی تونست کمک بکنه. یه چیزی من یادم رفت اولش در واقع خدمتتون بگم، این در واقع IPN رو با در واقع کمک آقای اشواق و دوست عزیزم که اینجا نیستن متاسفانه ایران هست، خانم مسیح بخشیان، در واقع ما 3 نفر شروع به کار کردیم دیگه. بقیه دوستانم که همیشه ما در خدمتشون هستیم و بودیم. حالا فکر کنم توضیحات بیشتر آقای اشواق بدم بهتر باشه. بفرمایید آقای اشواق. با سلام به شما و تبریک عید نوروز فرا رسیدن سال 96 تبریک میگم خدمت شما بینندگان محترمتون. من کمال اشفاق هستم، مدیر مؤسسه چاپ توکن پرینتینگ در ونکوور، یکی از بنیانگذاران IPN ونکوور هستم که همونطور که سرکار خانم کمونه فرمودن ما 2 شعبه داریم که شعبه اولش توی کوکتلام هست. خیلی دغدغه فکر میکنم همه ماها بوده و منم خب به همین تبع چیز داشتم، دغدغه داشتم که بتونیم توی جامعه ایرانیمون یه تغییراتی بدیم و واقعا اون الگوهایی که در کنارمون بودن از الگوهای جوامع دیگه رو به کار بگیریم در و پیاده بکنیم توی اجتماع ایرانی خودمون و یه سخنگو و یک نماینده خیلی قوی بشیم برای کامیونیتی ایرانی. و اهداف بلند مدتی داریم، اهداف کوتاه مدتی داریم توی IPN، انجمن ایرانیان، انجمن مشاغل ایرانی تری سیتی و نورث ونکوور، که اهداف کوتاه مدتش همون این حمایت بیزنس های ایرانی از همدیگه هست و معرفیشون به جامعه ایرانی که خب بتونیم به همدیگه بیزنس همون رو ریفر بکنیم و همینطور به جامعه اطرافمون که دوستانمون میپرسن آقا شما فلان بیزنس رو میشناسید نمیشناسید، چه جوری ما بهشون اطلاعات میدیم.
خانم فریبا جعفری نمینی مهمان عزیز بعدی ما هستند. ایشون سردبیر مجله شیدوش هستند. ضمن خوش آمدگویی به شما و تبریک عید نوروز، خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. من که واقعا جز طرفدارای سرسخت مجله شما هستم. خوش اومدین، عیدتون مبارک باشه. عید شما هم مبارک باشه، عید تمام دوستانم، هموطنان عزیزم مبارک، عیدتون پیروز، 100 سال به هزین سالها. خیلی ممنون، خیلی خوشحالم که اینجا هستم. یکی از قشنگیه عیدینه که آدم با عزیزانش کنار هفت‌سین بشینه و این که دید و بازدید عید بره، دوستانش رو ببینه. خیلی ممنون از آریا تیوی، همچنین از شما که این امکان رو فراهم کردید که مهمون شما باشم و همچنین مهمون بینندگان آریا تیوی، هموطنان عزیزم در هر جای دنیا که هستم. متشکرم از شما که دعوت ما رو قبول کردید. خب راجع به این مجله زیبا و خواندنی شیدوش بر ما توضیح بدین. چطوری شروع کردین؟ اسمش چطوری شد شیدوش؟ بر ما توضیح حتما. بدین. حتما، خیلی ممنون. شیدوش و من یک سال پر از ماجرا رو داشتیم. شیدوش داره یک ساله میشه. خب آخرین شما پیش تولدش مبارک. من همیشه میگم شیدوش برای من یه آرزو بوده. خیلی دوست داشتم که یه مجله داشته باشم، یه مجله‌ای که نماینده خانم‌های ایرانی باشه. به اعتقاد من خانم‌های ایرانی از بهترین خانم‌های دنیا. هم بسیار با سلیقه هستن، هم بسیار مهربونن، خانواده دوستن و هم بسیار فعالن و فداکاریشون فکر نمی کنم. من واقعا تو هیچ ملیتی ندیدم که خانوم ها اینقدر فداکار باشن، هم در محیط کار، هم در محیط خانواده و برای فرزندانشون. و همیشه فکر میکردم واقعا هیچ جایگاهی وجود نداره که خانوم های ایرانی رو اونجوری که هستن نشون بده. شیدوش یه کلمه باستانی ایرانی هست به معنای زیبا و مهربان مانند خورشید. من یه عشق زیادی دارم به تاریخ ایران و این شماره نوروزیمون، به خصوص شماره نوروزیمون یه کار خیلی بزرگ بوده. ما یه فتوشوت خیلی سنگین و بزرگ داشتیم برای اینکه خیلی دلم میخواست که حال و هوای عید رو مردم داشته باشن. عید رو، نوروز ما رو قبل از حتی هخامنشیان هم جشن میگرفتن به شیوه و شکل دیگه ای، ولی خب اوجش در واقع دوره هخامنشیان بوده. مهمانی داریم که در واقع ایشون استاد دانشگاه UBC هستن و از یه سری مراسمی هستش که داره برگزار میشه به زودی در ونکوور. ما دعوتشون کردیم که بیان اینجا و با ما راجع به این مراسم صحبت بکنن. داستان خیلی جالبی هست در مورد اولین دانشجوهایی هستش که به اروپا سفر کردن. معرفیتون میکنم خدمت آقای سپاسیان پرگه. Am I right? Yes. Okay. Welcome and happy Nowruz to you. Thank you. I really appreciate if you explain a little bit about this Mr. Darcy's Persian and the book. Yeah, thank you very much for this opportunity, for having me here. This is a public lecture that UBC is hosting on the 5th of April. It'll be delivered by Professor Niall Green of the University of California at Los Angeles. And he is telling a really intriguing story about the first Iranian students who came to Europe, to England, in the year 1815, so just about 200 years ago. And today, of course, international student exchanges are something we are very familiar with. Yes. But this was really the first time that Middle Eastern students came to Europe to learn about the modern sciences. So the wider context of this is really that, you know, Europe, England was industrializing. It was the time of the Industrial Revolution. Mm-hmm. The British Empire was kind of becoming this global power. And these six Iranian students, young men, were sent to England to learn about these modern sciences and these modern technologies and then bring them back to Iran, which they eventually did. They were from Tabriz and they were sent by
Abbas Mirza, who was the crown prince of Iran and the governor of Tabriz at the time. And of course, Tabriz was right at the front line of the tension with the Russian Empire. So there it was especially, the focus was on getting the new military technologies that was kind of fueling Europe's rise to global power. در تاریخ 5 اپریل یک در واقع سخنرانی در یو بی سی برگزار خواهد شد با تاپیک مستر دارسیز پرژن و این کتاب در مورد 4 تا دانشجویی هستش که برای اولین بار از ایران و شهر تبریز سفر کردن و رفتن اروپا برای یه سری تجارب تازه. در واقع دلیل اینکه این دانشجوها رو فرستادن به اروپا آشنایی اینها با در واقع مسائل ارتشی یا تمام اون تغییراتی که پیش اومده بودش در اروپا، هدفشون در واقع از این سفر این بود، ولی در این سفر در کنار اون تجربیات خیلی زیادی رو کسب کردن. آقای نایل گرین که پروفسور UCLA هستن کتابای مختلفی رو توی در مورد تاریخ خاورمیانه نوشتن و در واقع سخنرانی اون روز 5 اپریل ایشون هم که با تاپیک مستر دارسیز پرژین هستش برگزار خواهد شد. زلیخا دارم و دارم زلیخا شب یار دارم و من دارم و دارم زلیخا چه پروا دارم امشب چه پروا دارم نوروز فصل تازه شدن همه چیز برای ما ایرانی ها یکی از سمبولای فرهنگی مونه. موسیقی هم یکی از مهمترین بخشای سمبولای فرهنگی ما هست. به همین دلیل مهمان بعدیمون که برای برنامه نوروزی دعوت کردیم به آریا تیوی خانم فتیه هنری هستن که از خانواده هنرمندی هستن که احتیاج به معرفی ندارن برای جامعه فرهنگی این شهر و جامعه هنرمندان این شهر، اما از جایی که خب بعضی از دوستان ممکنه نشناسن میخواستم از خودشون خواهش کنم که خودشون رو معرفی کنن، راجع به سوابقتون بگید، از چه مدت شروع کردید به کار و اصولا راجع به خودتون بیشتر توضیح بدید. معرفی که کردین، من فتیه هنری هستم. کارم خوندن رو از بچگی، از 5-6 سالگی شروع کردم. یادم اون موقعی که بچه بودیم و دیگه مثل حالا میکروفون همه جا نبود و این نبود، یادم من بغل میکردم میذاشتن رومیز تو مجلس هایی، مثلا عید نوروز اینا بغل میکردم میذاشتن رومیز که بخونم. بعد بیشتر شما تو چه زمینه، یعنی میدونم که موسیقی خب سنتی هستش، ولی جزو آوازاتون موسیقی های بومی هم هست، محلی؟ بله، من متولد و بزرگ شده بلوچستانم و خیلی موسیقی بلوچستان روی من از تأثیر میذاشت. سعی کردم که موسیقی بلوچی و خیلی دوست دارم، خودم خیلی دوست دارم، سعی کردم که موسیقی بلوچی رو اینجا احیا بکنم. سیدی دارین؟ میخواستم ببینم شما سیدی هم دارین که اگر یه وقتی دوستان ما از جمله خود من علاقه داشته باشیم بگیریم. شما خیلی آوازهای بلوچی رو دوست دارم واقعا. بله، سیدی بلوچی دارم به اسم وشین که همش بلوچیه، آوازهای شاد بلوچستانه. یه سیدی دیگه دارم به اسم شادمانه که یه مقدارش بلوچیه، سیستان و بلوچستان. درسته. و یه مقدارش هم نصف دیگهش جنوب خراسانه، اینا چون
یه جوری به هم دیگه رفت وصل و یه سیدی دیگه دادیم بیرون با گروه وحشان که سنتیه و روی کارهای مولانا به اسم دولت عشق. منی واجه لال کلندر سخی شهباز کلندر کلندر مست کلندر مست کلندر مست کلندر دیویلا مست کلندر مست کلندر مست کلندر دیویلا خانم هنری از این قطعاتی که شما اجرا کردین کدوماش یا کدومش اون چیزی هستش که شما واقعا دوستش دارید قلبن و هر وقت فرصتی بهتون دست بده دلتون میخواد اجراش کنید بیشتر از بقیه؟ من همه رو دوست دارم ولی مردم هر جا که میرم یه قطعه هست به اسم مست کلندر و روچیه که بله هر جا میرم اینقدر دست میزنن یعنی هر چی دیگه بخونم مست کلندر انگار که امضای زیر برنامه است باید اون اجرا برند شما شد برند شما چون میدونم برای کسایی که هنرمند هستن و آواز میخونن مثل بچه هاشون میمونن تک تک هیچ کدوم از اون یکی بهتر نیستن ولی خب معمولا همیشه یه دونه قول شما سیگنیچر میشه بله این یکی نمیدونم چه تأثیری روی مردم میذاره که هر جمع اصلا مردم زورشون میگیره بینندگان عزیز به پایان ویژه برنامه نوروزی تلویزیون آریا رسیدیم از اینکه این ساعت رو با ما گذروندین از تک تک شما سپاسگزارم در پایان میخوام از چند نفر تشکر کنم از جمله خانم سمیرا مصریان برای این هفت‌سین قشنگی که برای ما چیدن خانم رویا فدایی که میکاپ آرتیست ما بودن از آقای رامین محسنی که تهیه کننده این برنامه هست بودن و هستن همچنین از تک تک مهمونایی که امروز وقت با ما گذروندن صاحبان بیزینس و اومدن و ساعتی رو در کنار ما بودن نهایت تشکر رو دارم از صمیم قلب براتون سال خیلی خوبی را آرزو دارم امیدوارم که شاد باشید سلامت باشید و آرامش توی قلب تک تکتون باشه بهترین رو براتون آرزو دارم منم به نوبه خودم خیلی سپاسگزارم از همه همیهنان که توجه کردن به این برنامه اگر وقت کم ما اجازه نداد که همه فعالین اجتماعی فرهنگی و یا بیزنسی این شهر رو در این برنامه جمع کنیم به دلیلی که تعدادشون خب زیاد هست و برنامه محدود از اینجا استفاده میکنم از این فرصت و از همهشون تشکر میکنم و قدردانی میکنم زحمات سال گذشتهشون رو و با یه شعر کوتاه تموم میکنم از یار و از دیار اگر دور مانده ام
نوروز در دلم ایستاده است. Thank you.